رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر جان. سلام بفرمایید. ممنون، امیدوارم خوب باشید. ممنون از اینکه وقتتون میذارید. من راستش مسئله‌ای که میخوام و موضوعی که بخاطرش زنگ زدم اینه که خب سال هاست دارم به جدایی فکر میکنم، ولی اصلا نمیدونم چرا این کار رو انجام نمیدم و یعنی خب زندگی نیست که توش من خوشحال باشم به ایچان. شما چند سالتونه؟ من 43. 43. فرزند چند تا؟ اول از چند تا؟ از دوتا. یه برادر پنج سال کوچیک‌تر از خودم دارم. همسرتون چند سالشون؟ 46 سالش. و چه مدتی ازدواج کردی؟ فکر میکنم 14-15 سالی میشه. اوکی، خوشبختانه فکر کردنیه. بعد ایشون فرزند چند دومه؟ فرزند آخر از سه تا. اوکی، اون دوتا پسرن دخترن یا یکی پسر یکی دختر؟ یه پسر یه دختر. از کجا تلفن میکنین؟ من از کالیفرنیا. چه مدتی هست که امریکایید؟ 9 سال میشه. بنابراین شما در ایران ازدواج کردید آمدید امریکا؟ بله. هر دو چی خوندی چه میکنی؟ من مهندسی خوندم، لیسانس گرفتم از ایران، دیگه هم ادامه ندادم. شوهرم هم یکی از این میخوام نگم اسم رشته‌اش، رشته‌های ساینس. چه مدرکی داره میشون؟ مدرک لیسانس داره. آیا تو رشته خودتون کار میکنید یا متفاوته؟ من بله ولی همسرم نه. اوکی، اگر شما $100 درآمدتونه، درآمد ایشون چقدره؟ $80 مثلا. یعنی از شما کمتره؟ بله. فرزند چی دارید؟ یه دونه پسر که 6 سال و نیمش. اوکی. خب دو تا مشکل اصلی که بین شما و همسرتونه چیه؟ مشکل عصبانیتشه، یعنی مشکلی که من از اون دارم. مشکل اونم قطعا مشکلاتی از من داره. میخوام یه مشکلاتی که شما میبینید در زندگیتون که زندگی رو برای شما مشکل کرده چیه؟ عصبانیتشه بیشتر از همه و فکر کنم بزرگتری نشه و کم تحملیشه، یعنی بسیار کم تحمله، به خاطر همه چیز کم تحمل. و اینکه آدمی که به راحتی جا میزنه، به راحتی میگه نمیشه، این کار نمیشه، یعنی این دیگه پیش نمیره، دیگه جلو نمیشه بیشتر از این رفتار. که من اصلا اینطوری خودم حداقل اینطوری نمیبینم، یعنی این موضوع خیلی ناراحتم میکنه وقتی خیلی زود جا میزنه به خاطر هر مشکل کوچیکی که پیش میاد فکر میکنه دیگه آخر خطه، دیگه تموم شد، دیگه پیر شدیم، دیگه اصلا نمیدونم. حالا تو چه زمینه ای شما میخواید هنوز پیش برید که ایشون پیش نمیره؟ من والا قصد خیلی پیش رفت خاصی هم ندارم تو زندگی. خب دوست دارم کارم بهتر باشه، دوست دارم کار بهتر پیدا کنم، پول بیشتر در بیارم قطعا، و دوست دارم که تفریحات متنوع داشته باشم. حالا حرف شما این است که من میخوام پیش برم، همسرم نمیخواد پیش بره، اون شور و شوق و اشتیاقی به جهت رشد و پیشرفت و اینا نداره؟ چرا، واقعا دارم میبینم که دنبال کار میگرده همچنان، ولی شاید اعتماد به نفس لازم نداره خیلی وقتا، و به خاطر خب دنبال کارم میگرده، به خاطر اینکه شرایط زندگی میبینه که خیلی هم آسون نیست. آخه در سن 46 سالگی که نمیتونه دنبال کار بگرده، آدم باید کاری که یه خورده شرایط بهتری به وجود بیاره تو زندگی، ولی در غیر اون صورت
دیگه من تلاش دیگه ای ازش نمیبینم که. حالا شما هنوز همدیگه رو فکر میکنید به هم علاقه مندی، دوست دارید؟ تموم شده؟ من به هیچون، من اصلا به فکر میکنم به هیچون، من شاید اشتباه فکر میکنم، نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی من فکر میکنم اصلا، ولی من علاقه رو متاسفانه از طرف اون احساس میکنم. من بالاخره شما سه دفعه حرفتون رو چرخوندی تا بالاخره شما ایشون رو علاقه من بهش هستید یا نه؟ بگو نیستم. نه نیستم، نه نیستم. چه مدتیست نیستید؟ فکر کنم 4-5 سالی میشه. تغییری ایشون پیدا کرده؟ شما 7 سال قبل با شما ازم با یه آدمی 7-8 سال زندگی کردی و تازه تصمیم گرفتید یه دونه بچه بیاری. چرا؟ ناراحت و ناراضی هم که بودی. خب به خاطر، ببینید یه سری، یعنی خب من خیلی کارا رو به خاطر تهدیدای اون انجام میدادم تو زندگیم، همیشه به این فکر میکنم که چرا من یه کارایی رو انجام دادم، ولی همیشه منو مثلا متهم به این کرده که خب من مادر خوبی نیستم، من اصلا آدم خوبی نیستم چون نمیخوام مادر بشم. به خاطر این که تهدید نیست، این که تهدید نیست. خب منظورم اینه که به خاطر اون خیلی راحت که نسبت به من داشته، خیلی عجیبه، اصلا دارم خب چه ضرورتی؟ یه آدمی شما رو کوچک میکنه، تحقیر میکنه، قبول نداره، خب میادارم از کنارش کنار، میگه خب من به درد تو نمیخورم، تو خیلی از من برتری و سرتری، چرا شما باید بمونید از خودتون؟ من نمیدونم چرا این کارو داره برام هر روز این موضوع سخت‌تر میشه، هر روز فکر کردن با اینکه این زندگی هر روز مایه عذابمه، ولی نمیتونم ازش بیام بیرون. نمیدونم، فکر کنم یا جدایی خیلی پروژه بزرگیه، یا فکر کنم آسیبی که به بچه‌م زدم خیلی خیلی وحشتناکه، یا اصلا نمیدونم چرا اینقدر سستم تو همین یه موردی که تو زندگیم دارم، و اینکه فقط دارم پیش میرم، هر روزم رو به فردا میرسونم. همین. خیلی خوب، این وضعیت رو ادامه میدید تا آخر عمرتون دیگه. برای که ببینین عزیز، نمیخوام حرفی بزنم، برای که خیلی معلومه شما یه آدمی هستید تو دنیای ذهنی خودتون یه مقدار پنهانکاری و ذهنیت به هر حال محافظه کاری دارید. اگرم نمیخوام وارد این بحث بشم، مثلا برای چی آمدید امریکا، اونم حالا به کنار، اینجا الان تو این رابطه بعد از 7-8 سال بچه دار شدی، حالا هم از این زندگی ناراحت و ناراضی هستید. حالا من اگر از همسرتون بپرسم که شما از زندگیت خوشحال و راضی هستید، پاسخ ایشون چیه؟ میگه خوشحال و راضی نیست، ولی منو دوست داره خیلی زیاد. خب اگر بهش بگم چه چیز این زن رو دوست داری، به من دو تا سه تا چیز خوب شما رو چی میگه؟ فکر میکنه آدم ساده ای هستم، آدمی هم منظورم، یعنی آدم ساده و آدم ساده دوست داشتنیه، آدمی که قصد ندارم بقیه رو مثلا گول بزنم، ندارم چون یه دختری نمیخواد دیگران رو گول بزنه، چون خودش رو تو همین مدت کوتاه 7-8 دقیقه به من نشون داده 4-5 جا گول زده، این سبب میشه که همسر شما به شما علاقمند میشه، چون این برخلاف بقیه دختران که آدم رو گول میزنن، ایشون خودش رو گول میزنه. شما واقعا مطمئنید در ارزیابی این که رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط ظرف دو سال مدت هاست، من فکر کنم الان یکی دو سالی میشه که من حداقل اصلا دیگه نمیتونم. خب ایشون که علاقمند بودن شما رو دوست داشتن، خب اون میتونه، اون همیشه اصرار میکنه و دوست داره، ولی من نمیتونم اصلا بهش اجازه بدم، خیلی فاصله زیاد شده، زیادتر شده، اون فاصله های عصبانیت خیلی کوتاه‌تر شده. مثلا اگه قبلا 2 هفته بود، 2 هفته یه بار بود و عصبانیت وحشتناک، الان شده مثلا 1 هفته یه بار. مثلا عصبانیت که میشن، ایشون تا چه اندازه میرن؟ چه میکنن؟
بیشتر حرفای زشته که من میشنوم، حرفای خیلی زشتی که اصلا نمیتونم بگم، ولی و بیشتر تحقیر و توهین و اینکه تمام خطاهایی که من تو زندگی کردم و خب اگر یه کسی این حرفا رو میزنه شما یه همچی کسی که اینجوری به شما نگاه میکنه، شما تمایل جنسی نشون نمیدید، بعد شما هنوز حرف دو این است که او منو دوست داره. خب توی این فاصله مثلا که بین عصبانیت اول با دومی که یه هفته یا 10 روز مثلا یا 2 هفته اتفاق میفته، خب مهربونه بود. خب و اگه همه چیز خب سر جاش باشه تو خونه، مثلا اونجوری که دلش میخواد، شرایط مهیا باشه، خب خیلی خوش اخلاقه. فقط خوش اخلاق و محبت داشت. خب بحث خوش اخلاقی نشان کنم، در باید دوست داشتن داریم حرف میزنیم عزیز. و اینکه خوب گاهی احساس میکنم به فکرم هم دوست قبلی ما گم و گیج بوده، هم شما قربونه. بله من خیلی به خاطر همین هم مزاحمتون شدم، میخوام از یه راهی بر خودم پیدا کنم. حالا به من بگید که خانواده شما کجا هستن، اینجان یا ایرانه؟ ایرانه. شما توی مدتی که امریکا بودید به ایران رفتید یا نه؟ بله 2-3 بار. آیا اونو از مسائل و مشکلات شما با همسرتون خبر دارن یا نه؟ بله تا خبر دیگه خیلی به اون شکل نه، ولی تا 1 سال پیش که خبر داشتن خیلی جزئیات، خب خیلی هم پیگیر جدایی بودن و گفتن هر حمایتی لازمه میکنیم تا تو این کار بکنی فقط از این زندگی که بیرون، که بازم نتونستم انجامش بدم. نمیدونم چرا اصلا نمی کنم این کار رو و هر روزم خب پسرم داره بزرگتر میشه و کار سخت میشه. من البته چراییش رو که ببینید عزیز، من یک CD 8 ساعته دارم، چرا ازدواج چرا طلاق. در قسمت طلاق 3 قسمت داره، چرا آدم ها طلاق میگیرن به دلایل غلط یا به علل غلط، چرا آدم ها طلاق میگیرن چون چاره غیر از جدایی و طلاق نیست، اون کمترین بده، و چرا آدم ها طلاق نمیگیرن، شاید در 12 تا مورده. حالا شما میتونید به اون سیدی نگاه کنید، شاید خودتون پیدا کنید، ولی اصلا بحث اون نیست. بحث این است که من شما حرفتون به من اینه که من میخوام طلاق بگیرم ولی نمیگیرم. آیا من شما رو درست فهمیدم؟ میخوام بگیرم ولی یه سری همیشه احساس میکنم که از یا میترسم از آینده که ممکن پیش بیاد، یا اینکه فکر میکنم خب الان حداقلش اینه که یه خونه هست و یه شبه خانواده هست و یه مثلا بچه من پدر مادرش رو داره مثلا، و این شرایط فعلا هستش، حالا به هر شکل شکننده و درب و داغونی که هست همطوری هست، و اینکه نمیتونم فکر کنم خب چرا وحشتناک میشه بعد از اون. و اینکه یه مشکل دیگه هم که هست من مدام بهش فکر میکنم، اینکه خب من و همسرم اصلا نمیتونیم بیشتر از چند دقیقه با هم مکالمه ای داشته باشیم که به جای ناجوری نرسه. سعی میکنیم، من خب خیلی دور از هم زندگی میکنیم الان توی همه خونه، ولی فکر میکنم اگه طلاقی بخواد اتفاق بیفته، خب اون میخواد تلافی تمام گرفتاریای زندگیشو و تمام چیزایی که میتونست از من در بیاره یعنی تلافی شو، و اینکه این مکالمات وحشتناک همچنان کی گفته بزرگتر میشه؟ کی گفته میتونه نباشه؟ آخه عزیزم شما یه دنیایی رو تصور میکنید، برای تو شما مسئله ازدواج مسئله متاسفانه اون 4 تا نون لعنتیست، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. یعنی شما نمیدونید نمیتونید نیازمندید فکر کنید چجوری زندگی ما اداره کنم، یعنی تو این سن و سال رسیدید توانایی رو پا خودتون ایستا نه، ولی شما تازه درآمدتون از ایشون هم بیشتر. من نمیدونم شما فکر کنید چرا نمیتونید. نه اینکه من پیشنهاد ازدواج دارم اصلا به هیچ وجه، ولی حرف این است که شما جدا بشید. بذار پیام رو بشنیم برگردیم به من بگید که چه چیزایی بدتر میشه برای بچه. یه دونه بچه تک توی خونه، پدر مادرش هم با این حالت عصبانی، پدرم وقتی عصبانی میشه همه حرفای مربوط و نامربوط رو میزنه. شما فکر کنید مثلا به چه سلامت روانی فرزند شما در اینجا میرسه از او گذشته. ما تو دنیایی هستیم که آدم ها با آدم های که عصبانی هن و یا شکاک هن مطالعات نشون میده نمیشه زندگی. خب
شما با یه جمله نمیدونم نمیتونم که نمیتونید این را ادامه. حالا من یه مشکل، من یه مسئله که الان مدام دارم بهش الان فکر میکنم که ترسم از چیه. یکیش اینه که خب مدام شوهر من سعی میکنه که پسر منو توی ماجراهای اختلاف پاشو میکشه وسط، یعنی میگه که یا میگه بهش توضیح، یا میره بهش میگه، میگه در حالی که مثلا خیلی وقتا اصلا خبر نداره که ما با هم بحثمون شده یا دعوا کردیم، میره بهش میگه من میدونم تو از چی ناراحتی، به خاطر اینکه ما دعوا کردیم امروز، یا مثلا من میدونم خب تو این کارو تو خونه وقتی مامانتون کارو میکنه خب تو هم یاد میگیری همون کارو میکنی، این کار زشته مثلا، یا یعنی اینکه خیلی خیلی پاش خیلی خیلی وارد سری مسائلش میکنه که اصلا نیازی به این موضوع نداره. نه سوال من اینه چرا ایشون این کارو میکنه؟ نمیدونم، دنبال یه همدلی میگرده، چون خیلی یعنی یه مرد چرا 6 ساله به کمک یه پسر 6 ساله علیه مادرش حرف آخه. بله خیلی یه خب یعنی یک کسی دو تا پای بچهشو میگیره میبره بالا محکم میزنه تو سر همسرش برای که همسرشو آزار بده و بچه رو موسط له کنه. خب میکنین، من خیلی براش اون صحبت شما رو پخش کردم که این خب وقت نظرشون چیه؟ یعنی نظر خودش نمیتونه کنترل کنه و میکنه باز میدونه، یعنی میگه هر چی بهش میگم این موضوع اشتباهه، میگه که خب تو هم اون کارو کردی، به جای که قبول بکنه که مشکل چیه، میگه خب تو هم در حق این بچه این کار کردی، تو اون کار مثلا کردی. مثلا چه کاری؟ نه چه چیزی میگه شما رو متهم به چی میکنه؟ بچه رو وابسته بار آوردی، بچه رو همش چسبوندی به خودت و اینکه همش نگرانی که نمیدونم کوچیکام کنه، اونم همش به تو چسبیده، بچه مستقلی نیست و این مسئله بزرگ. چون نصب کنید اصلا فرض کنیم نظر ایشون درست، چون تو مادری هستی که بچه رو به خودت وابسته کردی و اون بچه مستقلی نیست، حالا منم یه دست بچه رو میبرم میندازم دور؟ خب میکنه این کارو هر روز داره میکنه. نه من میگم آخه عزیزم صبر کن، یعنی ایشون میگه چون تو این کار کردی من این کارو با بچه میکنم، دست شما رو ببره. بله منم همینو میگم بیا تو اتاق و به من هر چی میخوای بگو، هر کاری میخوای بگو، ولی خب با اون اصلا حق نداری با اونو وارد معرکه بکنی. شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟ ما خیلی 4 سال و شما تو این 3-4 سال متوجه حالات روانی و خصبانیت ایشون نشدید؟ نه راستش نه، من این مشکلات نبود به این شکل، اصلا نبود، این عصبانیت ها اونجوری هست برمیگرد نگاه میکنم توی اون دوران نبود، ما بعد رفتیم توی یه صف و بعد دیگه پیش اومد که من کارایی که میخواستم برای خودم بکنم خیلی عصبانیش میکرد. مثلا چه جور کارایی که شما میخواستید برای خودتون بکنم؟ خب من یه جور ورزش خاص و خیلی دوست داشتم که مجبورم برم بیرون شهر به خاطرش، بعد اون به شدت، یعنی من تمام شبش رو باید گریه میکردم که، یعنی نه که التماسش میکنم، فقط حال منو خراب میکرد که مثلا فردای اون روز که خب من موقع بچه هم نداشتیم، فردای اون روز اون کار نکنم. چرا ایشون با ورزش شما مخالف بود؟ چون خودش نمیخواست انجام بده و تنهایی کار رو دوست نداشت و خودش هم انجام نمیداد. آیا این ورزش وقتی شما راجع به ایران حرف میزنید یا امریکا؟ بله ایران. من نه ایران. خب شما در ایران که بودید این ورزش زنانه بود یا مردان هم درش بودن؟ نه هر دو، همه میتونستن انجام بدن، ولی خب اهلش نبود کلن. نه من کاری با اون ندارم، ایشون دلش نمیخواست شما رو بذارید کنار مردان، چی میگید؟ بله نمیخواستم، نم بود خب. خیلی شم بود. حالا خب شما باید ورزش رو بل میکردیم؟ باید بل میکردم ورزش که همه عمرم دوست داشتم میکردم. همه عمرش آدم که ورزش رو دوست نداره، ازم خواهر و برادر نیست که همه عمرم دوست داشتم. این حالا ورزش چی بود؟ اسکی بود؟
برای که همسرتون اون ناراحتی ها رو به وجود بره، برای که شما سر شب تا صبح گریه میکردید. من من برگردم خیلی به شما بگم میکردم. چرا یه این لیوان رو خریدید که یه تومن یا یه دلار 100 دلار بگید؟ خب میخواستم بخرم دیگه. آخه عزیز اینجوری که نمیشه به دنیا نگاه. شما که در جهت حل مسائل نبودید. شما یه مردی این گونه که دارید میگید ناراحت بوده از اینکه شما برید ورزش کنید با مردان و به شما گفته نرو، و شما من بگید در ایران، نه اینکه من باش موافقم، از 100 تا مردی که بزنش بگه نمیخوام بری ورزش با مردان، من فکر کنم 90 تاشون نمیرم. این که تمام عمرم دوست داشتم شده هر بی خود دوست داشتی چی دوست داشتی؟ خب شما نمیدونم به کجا. الان اگر همسرتون میومد روی خط و حرفای عجیب و غریب من رو، چون واقعا آدم نمیدونه چگونه با این موضوع به من چی میگفت؟ من میگفتم مرد عزیز همسرت این حرفا رو میزنه بچه میگفت این مریضه دکتر، این باید به تیمارستان هر روز. خب من به من بگم چه جور مریضی داره، مشکلش چیه، به من چی میگفت؟ نتونست تشخیص بده. خب من میگم تشخیص میگه چه میگه افسرده است، میگه افسرده است و افسرده است و آیا شما خودتون افسرده میدونید؟ که به نظر میرسه هستید. من در ارتباط با اون در یعنی بالاخره فکر میکنم زندگیمه که وضعیت زندگیمه که خیلی من نابود کرده، وگرنه تو حالت عادی خب اگر این حرفتون رو من جدی بگیرم، یه کسی که در یه زندگی زناشویی نابود میشه یه لحظه نباید اونجا بمونه. چرا میخواید بمونید؟ نمیدونم، شاید به خاطر پسرمه. به خاطر پسر الان. یعنی؟ به خاطر اینکه فکر میکنم ممکنه بعدها مشکلات بیشتری براش پیش بیاد، چون هرچی فکر میکنم که بعدا بخوام، من الان میبینم رفتار اتفاق مشکلاتی که هست الان با هم هستیم و نمیتونم، خیلی سخت همه که بچه هم بخوام تقسیم کنم با اون تو وقت تنهاییش با اون باشه و به خیلی سخت برام. بعد اینکه خب ترسای دیگه هم هستش دیگه، که ممکنه خب دیگه اون توانای مالی رو مثل قبل ندارم که بتونم هر کاری که میخوام برای پسرم بکنم. الان تقریبا هر کاری که میخوام براش میکنم و احتمالا اون موقع خب خیلی کارا رو باید نکنم براش. من که به این نتیجه میرسم که شما هی بهتون بگن کفشتون رو میخوایم ازتون بگیریم یا چشمتون رو، شما میگید خب حالا چشم رو بگیر. عزیزم من، شما میگید حقوقم بیشتر از همسرمه، بعد رفتتون این است که اگه جدا بشم فکر کنم یه چیزایی که بچم بخواد نمیتونم براش بگیرم. خب نکر این مساویست اون الان با اون این مساویست هیچ کاری براش هیچ کاسه نه این مساویست با این که بچه بمونه تو خونه پدر باشه اونگونه رفتار کنه. خب اگه حالت جدایی پیش بیاد اون باید وقت تنهایی بیشتری با پدرش بگذرونه در واقع. خب و همه عصبانیت خب خواهد بود باهاش. یعنی من که رفتار، یعنی شما فرضتون بر این است که الان چون شما هستید عصبانی، که ما اگر فرض کنید پسر و پدر یه روز با هم باشن، اون پدر از این بچه انتقام میگیره و تنبیهش میکنه و آزارش میده و اذیتش میکنه. خب نه که عمدن این کار بکنه، ولی به هم چرت خیلی عجیب از من که گفتم عمدن این کار میکنه، اصلا باور نکردنی. چون عزیز شما حرفت خب پس بنابراین حرف این است که یه مردی است که پسرش رو آزار میده، اذیت میکنه، درسته؟ بله همینطور. خواهرم پرسشتون، اگر هر زنی تو دنیای امروز از گرسنگی بمیره، اگر بدون مردی پسرش رو اینگونه اذیت میکنه، میگیره بعدم اون اذیت ها رو میبره دادگاه، نمیذاره اون پدر اون پسر رو هرگز ببینه، اون وقت چی؟ آخه از دم اینا با هم نمیخونه. ثابت کردنی نیستش. چطور ثابت کردنی؟ یه بار شکایت کردم از
یه بار شکایت کردم به یه جایی اومدن و نگاه کردن بررسی کردن اینا به خاطر یه مشکلی که پیش اومد بینشون و اصلا نباید اونچنانی دعواش میکرد و اینا، ولی به جایی نرسید. حالا اومدن و یعنی عزیز من، عزیز من، عزیز من، آخه خدایا عزیز من، شمایی که میخواید شکایت کنید باید اینقدر سند و مدرک چهار تا پیدا میکردید که پشتش بتونید بایستید، نه اینکه یه چیزی رو بگید که نتونید حتی اثباتش کنید، اونم شک کنن واقعیت چیه و برن. بله آکی برای بعد از حالا اگر... سند مدرک شد. حالا به من بفرمایید که پرسشتون از... پرسشتون از من چیه عزیز؟ فکر میکنم جواب سوالم گرفتم ازتون. ولی نمیدونم اگه شما فکر کنید من کار خاصی باید برای شما حتما، شما حتما یه روانشناس خوب خانم میخواید و به همسرتون هم اصرار کنید که اگر میشه با هم پروی روانشناسی که ایشون تعیین میکنن دوتایی هم با هم برید. امیدوارم بتونید مسائل رو حل کنید. برای خیلی خیلی متاسفم از اون چه شنیدم عزیز. ممنون ازتون.